بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. تاجیکستان فروشی نیروی برق و قرقیزستان را آغاز کرد. بلوگری تاجیک را برای عکس های تحقیرآمیز در نزدیک کلیسا جریمه و دیپورت انتظار است. 300 نفر مرگوار در یک روز. مقامات ملیسی سوغ در نزدیک 250 کیلوگرم مواد مخدر را آتش زدند. بردی محمدوف گفت با همکاری زیج با طالبان آماده است. پولیتیکو سلوهی پوتین بایدن را دیوانه کرد. با شرح بیشتری این خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمانوه. سلام. تاجیکستان فروشی نیروی برق به قرقیزستان را آغاز کرد. برق رسانی از 1 اکتبر آغاز شده است. در این باره وزیر انرژی و صنعت قرقیزستان دوستگل بکمورزایف با خبرنگاران خبر داده است. با گفته او جانبی تاجیکستان در رابطه با زیادتی برق پیشنهادی صادرات کرده است. حالا قرقیزستان از کشوری همسایه میلیون کیلووات ساعت نیروی برق می خرد. یادآور می شویم که هنوز در زمستان سال 2021 تاجیکستان مشکلی نارسایی برق را داشت. در کشور برای استفاده برق محدودیت جاری کرده شده و بعضی منطقه روزانه به برق موندند. مقامات کشور چنین چاره ها را با کم شدنی آب در آبانبوری نورک شرح دادند. علاوه بر این بنابر آمدنی هوای سرد ساکنان جمهوری به استفاده بیشتری نیروی برق شروع کردند. نبودن ذخیره ها به پرزور شدن نظارت از بالای استفاده آنها مساعدت نمود. همین طریق در تاجیکستان کمیسیه های مخصوص تشکیل کرده شد که در باره استفاده عقلانه نیروی برق با ساکنان صحبت های فهماندهی گذرانیدند و قانون شکنانی که از حساب کنک دوری می جستند معین و جریمه شدند. دادگاهی زاموسک و رادیسکی مسکو دوست بلاگری تاجیک روسلان بابایف را که با او در عکس برداری به داخل خانه در نزدیک کلیسای وسیله بلاژینی اشتراک کرده است حبس کرد. خبر می دهد تاس با استناد به دفتر مطبوعاتی دادگاه همین طور آناستاسیا چیستوا برای 10 روز حبس کرده شده است. اینچنین قید کرده می شود که در حال حاضر مواد های پرونده بلاگر به واحد های حدودی کمیته تفتیشات انتقال داده شدند. گفته می شود بابایف نیز برای 10 روز حبس کرده شده، پس از آن او را از روسیه اخراج می کنند و او نیز باید جریمه به مبلغ 10,000 روبل پرداخت کند. قبلا رسانه ها خبر داده بودند بابایف در شبکه های اجتماعی عکسی به آدابانه ای را نشر کرده است که در آن دوست دخترش لباس مقاماتی پلیس را بطن نمود. این عکس ها با نوشته جدی کودکسی مهنت کودکسی جنایی نیست، اون رو ویران کردن ممکن است نشر شده است. خودی همون روز پس از در اینترنت پیدا شدنی عکس ها بابایف از جانبی پلیسی مسکو بازداشت شد. همزمان در رسانه ها ویدیوی پخش شد که در اون بابایف بخشش میپرسد و وعده میدهد که دیگر این طور نخواهد کرد. گفته می شود روسلان بابایف در درواز به دنیا آمده در مکتب میانه رقم 6 دهی یوگی تنویا تحصیل کرده است. او از تاجیکستان به سوچی و از آنجا به مسکو آمده به دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لاماناسوف داخل شده است. روز 3 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 7:30 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا حافظ زاده محمد صادق عزیز سال تولدش 1993 ساکن شهر استقلال هنگامی حرکت در روی ماشینگردی بابا جان غفوروف اوچ قلچه به خطر حرکت راه رو تامین کرده نتوانسته، به سمت مقابل حرکت راه برآمده با اتومبیل تمغه دیولی گنزی تحت اداره برهانوف یوسف بیگ داورانویچ سال تولدش 1986 ساکن نوحی مذکور برخورده است. در نتیجه مسافری اتومبیل دیولی گنزی اوتابایف رستم جان روزی بایویچ سال تولدش 1981 ساکن جماعت دیوتی اوچ قلچه جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همین طریق روزی 3 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 14:03 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز سفاروف اولیم
Yokubovich, solide oldash azorun 1975, sokini nohi kujunyon hangomi harakada samti shahri Dushanbe va samti shahri Bukhtar, voqe dar hududi nohi Khorasan, Dusharkharon hoy noboligh, Yuldoshev Suraj Saidakbarovich va rafiqash Mirzomidinov Ziyoviddin Baxtiyorovich solide avlodashon 2005 istiqomat kunanda kuni jamoati shahri ki Obikik ro ki az tarafi Rostiro pachabiro megzashtand پخش نموده است. متاسفانه نابالغ یولداشف جراحت های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده. میرزا میدینوف جراحت های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. 30 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت های 03:20 دقیقه راننده اتومبیل تمغه خوندای استارکس نیولوف داولادیور خدایوروویچ سال تولدش 1991 ساکنی نوحی روشون هنگام حرکت در شهر روحی وحدت دوشنبه واقع در حدود جماعت یهودی گلستان از عهده اداره اتومبیل نبرآمده با اتومبیل برکش دولان تحت اداره راننده تیمورو منوچهر رسولوویچ سال تولدش 1978 ساکنی نوحی فرخور برخورده است. در نتیجه مسافری اتومبیل خوندای استارکس سالی دولداش 1964 ساکنی نوحی یووان جراحت های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافری دیگری اتومبیل مذکور بختاوت و توبیستان روزاتوروونا سالی دولداش 1974 ساکنی شهری دوشنبه جراحت های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. مقام دو اموری داخلی در ولایت سوغد موادی مخدری را که در دایره 95 پرونده جنایی مصادره کرده است نابود کرد. پیش از 249 از 6 کیلو واسطه های نشعدار و ماده های پسیخوتروپی که در دایره 95 پرونده جنایی و 64 موادی ماموری مصادره گردیدند تحت نظارت کمیسیه در حضور نمایندگان مقامات سود و پراکراتورا و واسطه اخباری عامه نابود کرده شدند. خبر داد وزارت امور داخلی. وزارت امور داخلی اعلام نموده است که مصادره مواد مخدر در مقامات کارهای داخلی یکی از سمت های افضلیت نوک محسوب می‌یابد که برای حفظ سلامتی اهالی انجام می‌شود. تاکید شده است که این عمل هنگامی نتیجه گیری و بهادهی فعالیت شعبه و خدمات مقامات مورد توجه مخصوص قرار می‌گیرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید سوزونی دانست کردن واسطه نشادور ادامه منطقی مبارزه با گردش مواد مخدر بوده برای پوره از معاملات ماندن واسطه نشادور مساعدت می نماید. برای نابود سازی مواد مخدر پیشنهاد می شود که حلنامه و تعینات سودی برای مافیا آنها الکی به تصویب رسیده است. قربونگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید بو دقت وضع در افغانستان را نظارت دارند. او در مصاحبه با تاس اظهار امید کرده است که انتقال قدرت در افغانستان مسالمت‌آمیز با تکیه به مکالمه وسیع ملی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهوری ترکمنستان با ذکر مقام نیترالیتی کشورش افزوده است که دولت سیاست سلو جویانه خارجی را پیش گرفته با امور داخلی کشورهای خارجی دخالت نمی کند. سلاح‌های روسیه که به هندوستان فروخته شدند دردسر پرزیدنت جو بایدن شده است. می‌نویسد مجله پلیتیکو. نشریه قید می‌کند که آمریکا از هندوستان برای خریدن سلاح از روسیه ضدیت نشان می‌دهد. سازشنامه بین مسکو و دهلی بحث برانگیز است. این سازشنامه مدت است که باعث نگرانی واشنگتن شده است. در عرفی ارزی سلاح ماموریت بایدن باید هرچه زودتر روی حل بهتری این مسئله را پیدا نماید. پلیتیکا اشاره می کند که در این وضع مشکلی اساسی قانون در باره مقاومت با رقیبان آمریکا می باشد که بر ضد کشورهایی که از روسیه سلاح می خرند زیر تحریم قرار می گیرند. هندوستان یک شریک کلیدی ایالات متحده آمریکا در منطقه است. حالا بایدن انتخاب حل کننده ای دارد. واکنش واشنگتن با سازشنامه مسکو و دهلی با دیگران باید نشان دهد که در چنین وضعیت چی را انتظار باید باشند، تاکید می کند پلیتیکا. کاخ سفید باید این وضع را با کنگریس محکمه کند تا این شمشیر در دوام 10 سال دیگر سری مناسبت های ما آویزان نشود، گفت سمیر لالوانی مدیر کل برنامه آسیای جنوبی در مرکز سیتیمسون. یادآور می شویم که مسکو و دهلی در سال 2018 درباره فروش 5 پلک نظام های ضد موشکی S-400 با مبلغ بیش از 5 میلیارد دلار را به امضا رسانیدند. این سازشنامه بزرگترین در تاریخ روسوبرون اکسپورت پایسون می رود. همینجا رسیدیم به فرجامه برنامه اطلاعاتی خبر. تو برنامه های دیگر تنسیتو پیروز باشید. برنامه اطلاعاتی خبر
از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.